به نام خدا، با سلام و عرض ادب. پس این جلسه میخوایم بریم و بپرزیم به یک سری از بیسیک ترین حرفایی که توی بتون زده میشه و عملا پایه شروع ما به یه سری از طراحی های نیا کن. آقا جان، این بتونیه که ما داریم، اومدیم یه مقدار فولاد پایینش گذاشتیم و میخوایم در موردش صحبت کنیم. نیا کن آقا، ما اگر بیایم فرزن لنگری به این اعمال بکنیم، لنگر ما این حالتیه. فرزن یعنی چی این حالتیه؟ یعنی من دارم بالا رو فشار میدم و پایین رو میکشم. چی میشد؟ گفتیم آقا فشار رو بتونه تحمل میکنه، کشش رو فولاده. حالی من یه چراغم رو بزنم، بعدش باید بیایم با هم در مورد کرنش صحبت کنیم. کرنش رو تغییر طولش به طول اولیه دیگه. توی این موضوعات ما باید فرض کنیم که کرنشمون به صورت خطیه. حله؟ یعنی الان مثلا اپسیلون سی یو ما برای بتونه شده 3000 و برای فولاد باید بریم یه مقداری حالا به دست بریم. این روند حلش خودش یه دنیا موضوعه. خب حالا یه دنیا نه، یه مقدار موضوع. خب الان کرنشمون رو فهمیدیم که خطیه. کرنش فرزن، حالا من دارم میگم فرزن، بتونمون شد 3000 و حالا تالس مالس میزنیم جلوتر، میگه آقا مثلا بر اساس تالس و فلان اینا کرنش فولادمون رو به دست میاریم. هیچ کاری نداره، اصلا نگرانش نباشه. حالا جلوتر در موردش صحبت کنیم. بریم در مورد تنش صحبت کنیم. بگیم آقا ما اصلا یه تنشی داشتیم توی کار دیگه. این بتونمون نیرویی که بهش وارد میشه به صورت فشاری چطوری میشه توزیع تنشش؟ یه موقع به صورت عادی و طبیعی یه چنین توضیحی داره به صورت عملا واقعی، ولی خب اون طراحا حال ندارن بیان، یا حال ندارن، اصلا منطقی نیست بیان با یک همچین منحنی سر کله بزنن. خب این منحنی وسطش کجا میشه؟ وسطش کجا میشه؟ چه بازویی پیدا میکنه؟ فلان 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 فلان. خب یه کارمون رو راحت کنیم، به جای اینکه با همچین منحنی کج موج و اینجوری چیز کنیم، بیاین کارمون رو با یه مستطیل جلو ببریم. فکر میکنم والا مطمئن نیستم به این موضوع میگفتن قضیه ویتینی، حالا شاید اشتباه کنم، مهم نیست اسمش. میگیم به صورت مستطیل در نظر میگیریم به فاصله آ تا از بالا. حالا آ را چطور به دست بیاریم؟ بدونیم آقا آ کار نداره که، آی ما میشه بتا ضرب در سی. سی رو که اینجا داریم، بتا چیه؟ یعنی بتا بستگی داره به مقاومت بتونه. مقاومت مشخصه 28 روزه بتونه چقدره؟ یه موقع اگر مقاومتت بین 18 تا 28 باشه از این فرمول استفاده میشه، اگر بزرگتر از 28 باشه مقاومتت از این فرمول استفاده میشه، و اگر بیشتر از 55 باشه از این فرمول استفاده میشه. نگاه کن، ما اصلا تقریبا میتونم بگم با بالتر 55 که اصلا 99% اوقات ما کاری نداریم. نمیگم در عمل کاری ندارم، ما فعلا تو بتونی یک کاری نداریم. اینا رو فهمیدیم، بیاین یه ذره جلوتر، بیاین یه ذره ببینم این دیگه چیزی نموند. آها بزنینم بگم، میگم خب داخل این دیگه عملا ما یه چیزی کارمون راحت شد که مرکزمون خیلی راحته دیگه. مثلا این نیست مرکزمون کجا، مرکزمون وسط مستطیل. بیاین اینجا، آقا این چیه اصلا داستان چیه؟ میگم اصلا تنشو ما چی تعریف میکردیم؟ میگفتیم نیرو به سطح نقطه. میگم اگر من بیام بذار بنویسم، تنش میشد نیرو به سطح نقطه. اگر من بیام نیرو رو به دست بیارم، همیشه تنش ضرب در سطح نقطه دیگه. میگم الان همین کارو کرد، اومدم اینجا نوشتم آقا نیرویی که بتون داره و نیرویی که فولاد داره، اومدم نیروهاشونو زدن سطح مقطعشون کردم. فقط من باید یه چیز اضافه کنم اینجا، فکر کنم ننوشتم. برای میلگرد نگاه، این حالتیه، اینم این حالتیه. من یادم رفته بنویسم. خب یعنی میلگردم عملا تنشی رو تحمل میکنه. حالا موضوعی که میمونه برای این جلسه اینه که کرنش فولادمون چقدره، چطوریه. میگم که اگر کرنش فولاد از اپسیلون وای بیشتر باشه، ما میگیم چی؟ میگیم جاری شده. اپسیلون وای چی بود؟ میگفتیم آقا حدی که دیگه جاری میشه دیگه،
فکر کنم 2000 بوده، 200، حالا چک میکنم درستش رو اینجا میذارم. اگر از اون حالت بیشتر باشه شما جاری شدی و با اف وای کار داری، خب تنشت به اندازه اف وای. اما اگر کرنشت به اپسیلون وای نرسیده شما تو حالتی هستی که نمیدونی چه مقاومتی داری، خطی داری بیشتر میشی. خب این حالتی بود دیگه، مثلا اون حالت الاستیکش اینجوری میومد دیگه. اگر اینجا رو رد کنه دیگه میگه آقا ما با همین اپسیل اف وای کار داریم. اگر نه رد نکنه یعنی تو اینجا هست یه جایی این وسط، مثلا ما میام کرنش رو زب داره ای اس مدول الاستیسیته، مدول یانگ، مدول کیسان، هر چی بهش میگه، اینو زب داره این میکنیم و اف اس رو به دست میاریم. من یه چک بزنم ببینم چیزی جا ننداختم یا مثلا اینا رو اشتباه نذاشتم چیزی میخوام اضافه کنم، تا دیگه ویدیو رو کات کنید. بچه نگاه کنید، ما الان چند تا فرض داریم. یکی این که الان پیوستگی بین فولاد و بتون رو داریم، یعنی اگر قضیه حالت پیوستگی خارج بشه ما دیگه این حرفا رو نداریم. چرا؟ چون دیگه اون میلگرده اونقدری که ما داریم حساب میکنیم مقاومت نداره. و اینکه از مقاومت فشاری بتون ما عملا اومدیم صرف نظر کردیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی من اومدم اینو گذاشتم، اومدم بالا رو کامل فشاری گذاشتم، پایین رو کامل کششی گذاشتم و هیچی از بتون توی این حالت فشار بخش توی حالت کشش نذاشتم. حالا جلوتر میریم ما دره گوشی بتون میبینیم که آقا اصلا این چه وضعیه، مثلا ما چرا یه ذره به این بتون کمک نکنیم، چی میشه؟ مثلا شما یه چیزی طراحی میکنی، تیر طراحی میکنی، انقدر این هوا، خب بابا جان این چه وضعیه، ما موضوعات معماری هم داریم دیگه. میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم یه مقدار این فولاده، نه از اینا، کلا فولاد میذاریم این بالا، میذاریم تو اون حالتی که فشاریه، خیلی کمک به ما میکنه، ابعاد تیر رو واقعا کوچیک‌تر میکنه، میاد باعث میشه که این حالتمون اصلا اقتصادی تر بشه توی یه سری جایی. چرا؟ چون کرنشی که ما میگیریم بیشتر میشه برای فولاد. چرا اصلا این چرا به نفعمونه؟ یه سوال، چرا به نفعمونه؟ چرا کرنش فولاد بیشتر بشه به نفعمون؟ نگاه کن تو میلگردی که میذاری هر چقدر کرنشش بیشتر بشه و بتونه دووم بیاره به نفع توه و خوبه برات، یعنی از اون فولاده بهینه تر استفاده کن. شما هرچی بهینه کار کنی خب به نفع، شما تو هر چیز بهینه کار کنی، حالا نه مثلا هر چیزی من دزدی و همسال اون فاکتور بنم چیز بد فاکتور بگیرم، شما که الان کار نیست، تو هر چیز مثبتی بهینه سازی بکنید به نفعتونه. و اینکه همین، من دارم شوش و رق میزم، امیدوارم که استفاده کرده باشید. من برم در رو وا کنم، پنجره رو وا کنم، برم جلو کولر بشینم و به زندگی برسم. شما هم برید زندگیتون برسید. خدا نگهدار.